مردم خبری ها سلام. خبرهای امروز میخوام با یه تولدت مبارک شروع کنم به دختر خانم مهسا جاور و محسن محمد سیفی، قهرمانان قایقرانی و وشای ایران که دیروز صبح صاحب یه فرزند دختر شدن. ما هم بهشون تبریک میگیم، ایشالله که زنده و پاینده باشن زیر سایه پدر مادرشون. اما حرف و حدیث ها درباره برانکو ایوانکوویچ، سرمربی موفق پرسپولیس، همچنان ادامه داره. امروز صبح هم که یه خبری اومد که قطعی به نظر میرسه در مورد جدایی برانکو و پیوستنش به تیم الاهلی عربستان. همینجوری هم پستای بازیکنهای پرسپولیس میاد تو صفحات اجتماعی و خدافزی های که در از این سرمربی شده، واکنش ها به جدایی برانکو که اولین پست در مورد علی کریمی هست که نوشته که این قاب ماندگاره در نزد هواداران پرسپولیس و مأموریت هیئت مدیره به پایان رسید. پست بعدی مربوط میشه به کمال کامیابی‌نیا، بازیکن پرسپولیس، که نوشته متاسفم. سید جلال حسینی، کاپیتان پرسپولیس، هم یه عکسی از خودش و برانکو در اینستاگرامش منتشر کرده و نوشته که تانکیو برای برانکو. و محمد انصاری، بازیکن دیگه پرسپولیس، هم همینو نوشته، تانکیو فور اوریتینگ، یعنی متشکرم برای همه چی از آقای برانکو. اما در مورد این خبرها الان چند هفته‌ای هستش که در مورد برانکو و مشکلات مالی و موندن و نموندنش حرف و حدیث زیاده. تا دیشب هم آقای عرب صحبت کرده بود، گفته بود که آقای برانکو همچنان با ما قرارداد داره و ما به گزینه دیگه ای فکر نمی کنیم. اینم پست محمد انصاری اگه عکس بعدی رو نشون بدن. اما از جدی ترین گزینه جانشینی برانکو نام برده میشه و کسی نیست به جز افشین قطبی، سرمربی سابق فولاد خوزستان و سرمربی اسبق پرسپولیسیا که تونست دومین قهرمانی رو به پرسپولیسیا بده در لیگ برتر. حالا ببینیم چقدر این اومدنش صحت داره. و یه سری گزینه های مخفی هم هستش برای پرسپولیس، مثل زلاتکو کرانچارک، سرمربی سابق تیم ملی امید که با این تیم موفق نبود سال گذشته، اما با تیم سپاهان قهرمان لیگ شد در لیگ نهم و سابقه حضور در پرسپولیس هم داشته. و همچنین یحیی گل محمدی، با اینکه میگن یحیی قراردادش رو تمدید کرده، یعنی تمدید کرده با پدیده، اما یه بندی در قراردادش وجود داره که اگر پرسپولیس بهش پیشنهاد بده میتونه جدا بشه از این تیم، و یا حتی علی دایی. اینا گزینه های مخفی هستن که به عنوان جانشینان برانکو ازشون نام برده میشه، اما باشگاه پرسپولیس تا این لحظه هنوز هیچ واکنشی نشون نداده درباره جدایی برانکو و خود برانکو هم هنوز رسما اعلام نکرده که از این تیم جدا شده. و چیزایی که ما میشنویم در مورد رفتن برانکو و قراردادش با تیم الاهلی عربستان که میگن 2 ساله هست، فقط از طریق رسانه های عرب زبان بوده. حالا پرسپولیس جدا میشیم، میریم سراغ استقلال. سید حسین حسینی که چند روز پیش خبرشو پرسپولیسیا داده بودن، یه جورایی تو فضای مجازی گفته بودن که داره میاد پرسپولیس، یه استوری دیشب منتشر کرده، گفته که متاسفم برای خبرهای دروغ، تاسف برای کسانی که این همه حاشیه درست میکنن، بنده با باشگاه به توافق رسیدم. یعنی یه جورایی بعد از رفتن سید مهدی رحمتی به پدیده، حسینی هم در استقلال موندنی شده. یعنی یکی از شرطاش به نظر میرسه که این بوده باشه. و ارسلان مطهری در عکس بعدی یه استوری منتشر کرده دیشب، بازیکن ذوب‌آهن که قرار بود بیاد استقلال، ولی نوشته که من تا دیشب منتظر بودم اما نشده، کمکاری از سمت من نبوده. اینم خبرای امروز. ببینیم حالا تا روزای آینده چه اتفاقی برای دو باشگاه پرطرفدار سرخابی ها میشنویم، چه خبرهایی جدیدی منتشر میشه از این دوتا باشگاه در مورد مربیاشون. تا فردا، خداحافظ.